مذهب حنفی اینجا هست، مذهب جعفری هست، مذهب اسماعیلی هست. آیا بزرگ اشاره دارم ما امارت اسلامی گرفته باشد و امارت خواستیم که مذاهب را رسمیت بدهم و احکامشون باید تدریس شود. اعوذ بقوت الله بالله العلی العظیم اما توفیق الله بالله علیه توکلت و الیه انیب. الحمد لله الذي شرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعليه أبي طالب عليه السلام بالولاية الفاطمة صلى الله عليه وسلم والحجة على الأئمة وعلى الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد ومصطفى جعفر وعلي بن مصطفى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخالق القائم المهدي أجره تعالى قائد الشهيد صلاه العليا احترام وليته. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى من قوله من أمر الكهف واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. باز هم عید سعید فطر را خدمت همه روزداران کشور و سایر روزداران جهان اسلام تبریک و تهنیت عرض میکنیم. از خداوند قبولی این اعمال را خواهان هستیم و آرزو میکنیم که به حرمت ما گرفتاریها فقر و بیچارگیها را اضطرابها و نگرانیها و محرومیتها را جامعه مسلم بردارند و تفرق و پراکندگی را بردارند و ما را متحد و یک پارچه بگردارند. در این خطبه دوم که لازم است مقدار مسائل اجتماعی گفته شود در نقطه را خدمت شما به عرض میرسانم. یکی این که همون گونه که در ماه رمضان عبادت را همگانی انجام دادیم نکردیم، روزه را در یک ماه گرفتیم، افطارها را جمعی کردیم، عبادات را جمعی انجام دادیم، نوافل رمضان را، فرایض رمضان را جمعی انجام دادیم، پیام دارم، پیامش اینه که همیشه در همه امور باید جمعی حرکت کنیم. در شب قبل ما بحث کردیم که در لیل در ماه، در روزهای رمضان هم از بیانات رسول گرامی اسلام مستفید شده که فرمودن خیلی و مسائل جمعی احتمال خواهیم شوید. خداوند با جماعت هست در این حال که عبادات فردی درست از مجزی هست، نماز برادا خانه میشد، اما با جماعت بسیار ثواب دارد به خاطر که در کنار هم بودن ارزش دارد که انسان زر به هزار خر بشن هزار میشه و تواناییش بالا میره و در همه این مسائل باید در کنار هم باشیم، در امور اقتصادی، در امور اجتماعی، در امور کشورداری، در همه امور در کنار هم باشیم. خداوند که انسان به دار هم بنیانهای خیلی انجمنها مجموعها دست به هم دادن، کارهای خیلی انجام دادن. این یک نکته که در همه مسائل روح روحی جمعی را در تقویت کنیم و از فردیت بیرون شویم، ما کردیم و در کنار هم با هم یک دل یک صدا در پادشه به انجام این امور عبادی و غیر عبادی بدست. نکته دوم این که ما در یک کشوری هستیم که الحمدلله 92% ما مسلمان هستم و هیچ فرد در افغانستان درصد اسلامیتشان بالا نیست. در این کشور ما مذاهبی داریم، مذهب حنفی اینجا هست، مذهب جعفری هست، مذهب اسماعیلی هست، سایر مذاهب خودریز هم ممکن است باشد. ما در پیام هم تقاضا کردیم که مذاهب در کنار هم باشد و از امارت خواستیم که مذاهب را رسمیت بدهم و احکامشون باید تدریس شود. همون گونه که باشد مذهب اسماعیلی هم رسمی باشد، سایر مذاهب در کشور باشد رسمی باشد، نفسا مذهب جعفری که استاد المذاهب است و دو تا امتیاز دارد با سایر مذاهب به اعتبار امام صادق علیه السلام. یک امتیازش اینه که امام صادق علیه السلام استاد ابوحنیفه رحمة الله علیه بوده است و احترامی
غیر است. امتیاز دوم امام صادق علیه السلام اینه که ایشان اهل بیت رسول خداست. خود رسول گرامی اسلام در بیت او جریان دارد و از سلاله و از ضروری رسول گرامی اسلام است. نوی رسول الله رفت از خود اهل بیت است. صادق علیه نه از اهل بیت نیستند. نه ابو حنیفه از اهل بیت است. نه صادق علیه مظاهر از اهل بیت است. احترام اهل بیت و غیر اهل بیت مسلم است و لذا مذهب تقریبی که دو امتیاز برای به کل مذاهب اسلامی و تسمیت شناخته شود و احکام آن حدیث را احترام خود هم بنده گفتم حالا زبانی هم حذف میکنم ببینید ما نمونه از وحدت مذاهب اسلامی در صدر اسلام همون گونه که بود اینجا پیاده کنیم الگو نمونه باشیم برای سایر کشورها. در زمانی که عمله ها در شام حکومت داشتن مسجد جامع حبیبه شاید دیده باشید و رفته باشید، در اونجا برای هر مذهب یک محراب گذاشته است. هر مذهب در محراب خودش نماز میخواندن بدون استکار، بدون ممانعت، بدون کدام مشکلاتی. هر مذهب نماز خود را بخواند و میرفت در یک مسجد کلی مذاهب نماز خود را بخواندن و امامشان پیش نماز میشود. تمام آنان چی اشکال داره در افغانستان؟ یک نمونه از این نمونه که در شام نماشه جامعه همه بود در اینجا هم داشته باشه. خب حنفی ها قابعه فکر خودشان باشن، در حیاء قابعه فکر خودشان باشن، اسماعیلی ها قابعه فکر خودشان باشن. به هر حال مذاهب اسلامی رو معرف میکنیم. ما کاری به مذاهب فقی در اسلامی نداریم. مسلمانان آنان که خب اصول مشترک دارن، احکام مشترک دارن، اینا را عرض میکنن. اینا هایی که معان را قبول دارن، مطبط را قبول دارن، توفیل را قبول دارن، مکه را قبول دارن، اهل نماز هستن، اهل قبله هستن. موارد اطلافی و موارد اطلافی در چیز هست که خیلی هم اندک هست. تمام فکر را که بگردیم بین شیعه و سنی 15 مورد بیشتر اطلاف تفاوت نظر نیست. اون تفاوت نظر هست. اون تفاوت نظر بین فقهای شیعه هم وجود دارد، بین فقهای اهل سنت هم وجود دارد. اون تفاوت در فقه بین مالکی و شافعی وجود دارد، بین مالکی و حنفی وجود دارد، بین بالاخره حنفی و شافعی و حنبلی هم وجود دارد. بالاخره اون اعتراف ها مثلش که رحمت هست، علما اعتراف ندن نباشد که خیلی رشد نمی کند. اون اختلافات بین فقهای اهل شیعه هم هست، یکی مستحب میبرد، یکی احباب میگرد، یکی احتیاط میگرد، یکی فتوا میگن. اختلافات که موجه به رحمت است. ما در اصول به هم داره اختلاف نداریم، ما در احکام مشترکه خود اختلاف نداریم. علاوه ما به چه تقاضا میکنیم که مذهب جعفری و سایر مذاهب اسلامی در افغانستان در کنار مذهب حنفی رسمیت شناخته شود و احکام آن در دانشگاه ها تدریس شود و این نمونه برادری است. این مسئله صد درصد به نفع کشور است، به نفع حاکم است، به نفع مملکت آینده ماست. و ما نمونه میشه در بین کشورهای اسلامی که وحدت اسلامی را ما وجود بیاریم. رسول گرامی اسلام در مدینه با سه طایفه ای بود قراردادی عدم تعرض بستند با بنی نذیر و بنی منها و بنی قریظه. نمیخواست حتی با یهود درگیر شود، ولی اونا وقتی به پیمان شکستن و بحث دیگر اسرائیل اگر پیمان به یهودی ها پیمان نمی کردن پیامبر با اونا پیمان عدم تعرض بستن که از مدینه مشترکه دفاع می کنیم، مدینه خانه مشترک ما و شماست. وقتی رسول اکرم با یهود پیمان عدم تعرض می بندن با مشرکین مکه صلح می کنند، از صلح حدیبه در تاریخ معروف است. چه رسد خوب ما بودنی هم به حمدالله تاریخ بسپار نداریم، ما هم مسلمان هستیم، اهل قبله هستیم، در اصول خود مشترک کار داریم. خب اون اختلاف ما فقط در فقه هست که اونم اختلافی من ما و مدیر اکمت هست. شایسته است که همه این مسائل در افغانستان مثلا این دو مذهب بزرگ حنفی و جعفری در کنار هم در مناسیر خود آزاد باشند، در نمازهای عید خود آزاد باشند، در اقدام فطری خود آزاد باشند. و این تقاضای جدی همگان هست، تقاضای من بنده حقیر نیست. این تقاضای 8 میلیون جمعیت در افغانستان است. خاص 8 میلیون جمعیت خاص جهدتی نیست،
و این مذهب مذهب خاصم نیست، مذهب نیست که ما مذهب اهل بیت بگیم. و این مذهب سابقه بسیار طولانی دارد. و به هر حال حالا به این مسائل بپردازم. نقطه بعدی هم این است که بیایید در مسائل کلی، در مسائل جزئی، در همه مسائل کشور وحدت خارجی و حفظ کنیم. به هم دیگر دست برادری بدهیم، به هم دیگر دست حکومت بدهیم و از دوباره همه خیلی که بحث مشارکت رو جدی بگیرن. چقدر خوب است که اسماعیل اقوام هم در امارت شریف باشن، مشارکت رو داشته باشن، اقوام خود رو در تصمیلی ها ببینن، در سیاست های کارتشون هم خود رو مشاهده کنن و احساس کنن که ما در افغانستان از این کشور هستیم، در این کشور هستیم، ما برادران برادرانه زندگی میکنیم، اقوام کشور را باید با همیشن برادر حق بکنیم و لذا برادر و برادر حق دارن. به همگی مسائل قدرتی را پاس بدارید و همگی شارکت کنیم، مملکت خود را در تختی ها نجات بدهیم. ما از بیگانه نخواستیم، از بیگانه انتظار نداریم. ما از کسان این تقاضا را کردیم که بر مقدرات کشور حاکمند و ما هم در مسئله آمدن امارت اسلامی هیچ گونه مخالفت نکردیم، چون تحرکات نشان ندادیم، تقابل را نداشتیم و نکردیم و نمی کنیم و همیشه توصیه کردیم که آیا تقابل راهی حل نیست، یا راهی مفاهمت، راهی پرتعامل، راهی برادری، راهی مجلس اصلاح تشکیل بگیریم، مملکت را باید ما آباد بکنیم. به این تقاضا را هم از عبارت داریم و هم از دوستان که در کنار هم آماده مشارکت باشیم، آماده همکاری باشیم. اما بار بار اعلام کردیم ولی حالا منتظریم که امارت اسلامی گامهای عملی را بردارد. ما چندین بار حسنیت خود را اعلام کردیم، حسنیت خود را اعلام کردیم. ما پرچم امارت اسلامی روی میز خود گذاشتیم، زیر آن پرچم سخنرانی کردیم، کنفرانس دادیم، 5000 آدم در شهر صفا و صفا جمع شدیم. دو بار خب اعلام کردیم که ما خواهان برادری هستیم، خواهان مشارکت هستیم، بخیر وطن را یک جا یک دست آباد بکنیم. ولی حالا که نوبت به امارت اسلامی است که گامهای عملی رو بردارن، برادری که یک طرفه نمیشه. ما هر چه بگیم برادری طرف هیچ نگویم، این بیاثر است دیگه. ما اعلام خود رو کردیم، نه یک بار، نه دو بار، بار باید ما خواهان مشارکت هستیم، خواهان برادری هستیم، در افغانستان پایبندی داریم، مسائل کشور را در اهمیت میدانیم و لذا ما تقابل نداریم، تعارض نداریم و لذا امارت اسلامی هم باید تجدید نظر بکنم در رابطه با مسائل مشارکت در اقوام، جدی فکر بکنم و هم در رابطه با تحصیل زنان، آنچه که اسلام گفته است باید مورد اجرا قرار بدهم. اسلام که با تحصیل مخالف نیست، ولی با بدهیداری مخالف است، با بدهیداری مخالف است. ما با بدهیداری مخالف، با بدهیداری مخالفی، با عریان و برهنگی مخالفی. حجاب را تنشیره میگه همسونی میگه، کسی مخالف حجاب نیست، اما خواهان حجاب هستیم. بله حجاب درست است، مسئولیت درست است، عفت خانمها درست است، ما هم طرفدار اختلاف نیستیم که زنان در یک فضا کنار هم باشن. نه، ما از هزار چند ست سال به این طرف پنجشنبه ها جمعه ها خواندن داشتیم، پرده می کشیدیم، این طرف پرده زارا و طرف پرده دردار بودن. ما حدود رو مراعات کردیم و می کنیم الهازا یک مختصر به حجابه هایی که خب بر اثر تبدیل ها به درگه هایی ایجاد شده بود در بحث جاها و بعد افراد خیلی خورده بودن، چادر رو سیمت کشده بودن، ما اون بارها قبل هم مخالف بودیم، حالا مخالف هستیم. ولی ما از به تحصیل که این مسئله اسلامی است. اگر خانم ها تحصیل نکنن و درس نخوانن و اون مشکلات آینده رو ما چی مونه حل بکنیم؟ یه خانمی که بلی بسه دیشتی مراجعه بکنن، پیش دکتر زن که نمیتونه مراجعه بکنن، دکتر زن که در فرمانوزی بیراکت رو کنن نمیتوانن. الله آزا مسئله تحصیل امر اسلامی هست. قاضی شهر مدینه یک زن بود، تصویر رسول گرام اسلام، زنها هم شارکت داشتند، حتی در پوست جمعه ها می رفتند. با حالی خود خیلی مبلی بری، زنها می کنند در جمعه ها نقش
kingdom to Abuna, that then to put that then to matter. That's why they're not the one. این قبله از اینی که بیشتر از این جمعیت خوشکه میگن دو سکومی جمعیت مردم ما و شما زنان هستند از سایر مردم هم جمعیت زنها دو برابر ما هست در همه این کشورها الان ما چرا ما دو سکومی جمعیت خود را حاطر و باطل بکنیم و این عروض رو که میکنیم از باب مصلحت اولیای کشور است به نفع مملکت است به حیل مملکت است سواب به ضرر نیست بله به ضرر دارد قبول داریم به خیابی نباشد و خیابی نباشد اسلام نگفته شریعت نگفته اما تفسیر شریعت هم گفته اسلام هم گفته خب عقل انسانی هم بیه که باید اگر مادر دست خوان باشد با مادر دست نخواندن در قلبه دنیا خیلی قبول میکنند عدیت نمیکنم شما را بزار انشاءالله دران ما را امارت اسلامی گرفته باشد ما درست بیانیه هم حتما به صفحات خود این بیان رو دادیم و حالا از کردیم شما فکرد که در افغانستان ما برای ما خیران نازل شود وحدت ملی ما محفوظ باشد همه در کنار هم برادر باشیم در کنار هم افغانستان را آگاه بکنیم در کنار هم یک جمهوریت که خیلی اسلامی را برای مردم به ایوان نمونه و الگو بیرون بدهیم توجهگاه را